تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی علوم تحقیقات تهران، معلولان تهران، خوزستان، کرمان و اردبیل و غارت شدگان خودرو در بوشهر. در ادامه موج اعدام‌ها، اعدام جنایتکارانه 4 زندانی در قزل‌حصار کرج و 3 زندانی در قم و قزوین. اعتراض جمعی زندانیان سیاسی اوین به محرومیت ملاقات تعدادی از زندانیان. کشته و زخمی شدن ده‌ها مهاجر افغان در مرز کلاگان سراوان در پی کمین و تیراندازی نیروهای حکومتی. جان باختن 2 تن در آتش سوزی پالایشگاه شوشتر و سوختگی شدید 4 نفر. حسین راغفر اقتصاددان حکومتی: سرانه مصرف گوشت در تهران 30 کیلوگرم، اما در سرانه مصرف گوشت در جهان 30 کیلوگرم، اما در ایران 5 کیلوگرم است. ارسال 100 تریلی اجناس حکومتی از سوی هلال احمر رژیم به سوریه برای مزدوران حزب الله. محموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران از امروز در قالب 100 تریلی به مقصد سوریه با هدف رسیدن به جنگ‌زدگان و آوارگان لبنانی ارسال خواهد شد. انشالله در پی آن هستیم که به زودی یک محموله بزرگ بشردوستانه هم به مقصد سوریه از طریق دریا ارسال کنیم. تهدید پاسدار شدید مداری: حالا که اروپا 3 شرکت هواپیمایی ایران را تحریم کرده، ما هم تنگه هرمز را ببندیم. ابراز نگرانی نمایندگان فرانسه، لهستان، نروژ، ژاپن، اسلوونی و اوکراین در کمیته اول مجمع عمومی نسبت به برنامه اتمی رژیم. حملات اسرائیل به 140 هدف حزب الله و تاکیده کارشناس حکومتی بر عدم حمایت دولت لبنان و جنبش عمل از حزب الله.